چند تا نکته راجع سیک انتخابات بگم چون من فکر میکنم اولین نفری بودم که بلا فاصله شش نفری که شورای نگهبان تایید کرد گفتم این مشتبا بازی ش... به این صورته که برد برد سج... سگانه ایجاد کرده و بین جبهه انقلاب دوگانه ایجاد کرده اینورم که پزشکیان رو که با قبلا بسته با اصلاح طلبا این رو هم قشنگ با آمار ارقام چیدن شما سه تا محمد جواد رو یادتون بمونه محمد جواد ظریف محمد جواد امام دفتر خاتمی و این محمد جواد جهرومی فکر کنم آذری جهرومیه این بازی رو دارن شکل میدن و افراد دیگه اما نکته مهم اینه ببینید ما یه سری مردده این داریم من روز اول که تویید زدم گفتم این بازی مشتبه است خیلی ها حمله کردن که آقا اصلا این سیرک انتخابات چرا بهش میپردازی گفتم آقا به این راحتی ها نیست شما جمهوری اسلامی رو دست کم میگیری مصطفا پور محمدی رو نگاه کن ببین بزرگترین رؤسای امنیتی جهان مذاکره کردن و جه های گیرشون انداختن غافل گیرشون کردن تسلیمشون کردن و بعدم توان عملیاتی ما رو دیدن کوتا اومدن نه خاطر حرف زدن من اون حرف زدن شگرد دیپلماتیک بود مذاکراتی بود ولی پشتش قدرت ما رو دیدن توان عملیاتی ما رو دیدن, دیدن، کوتا اومدن ببین وقتی من لایه های پیاز توضیح میدم وقتی از هوشمندی اینا توضیح میدم ببین امنیتیایی که استخون دارن در نظام یعنی ریشه دارن چه میفهمن دارن چیکار میکنن و چه جوری بازی میدن داخل خارج رو با آدمای پخمه سر کار نداری اون طرفدار جلیلی بازیچه هستن برای اینکه این مسئله پیش بره که در حقیقت نمیگم نمی رقابت ها در داخل سیک وجود نداره ولی هر کسی داره نقش خودش رو میدونه چه جوری داره بازی میکنه برای همین باید راجبش صحبت کرد سیک رو باید راجبش به این صورت صحبت کرد که اصلا سیک کلمش از کجا میاد سیک یا سیرکس از کلمه سیرکس یعنی سیرکل میاد یعنی دایره اصلا ریشش در این سیرکای کلام میرین و میخندین و دلغک و اینا نیست ریشش در امپراتوری رومه که امپراتورهای روم, روم باستان میگفتن برای اینکه بتونین حکومت رو نگه داری به دو تا چیز نیاز داریم یکی انترتینمنت و سر مردم رو گرم کنی و یکی نان نان آزاد قله آزادشون بدی جمهوری اسلامی نهایتا میفته چون نمیتونه نان مردم رو تعیین بکنه خودشو در یه بنبست گیر انداخته مگر کلا از این بنبست خودتو بتونه خارج کنه که این باهوشایی که تو سیستم هستن اینا یه روزی ممکنه اینا لایه های پیاز چیدن میبینید که تاج زاده محمدی اینا دفاع نمیکنن از رای دادن برای اینکه میدونن که اینا قرار نیست که برای آینده خودشون الان بسوزونن الان موقعی است که همین مجوز ظریف و اینا باید خودشون بسوزونن چون حتی اگه پزشک رای بیاره گندی که بالا میاره توی سال اول و بحرانایی که سرش خراب میشه تمام کسایی که الان دارن طرفداری ازش میکنن کامل خواهن خواهند سوخت ولی خب این بازی که پذیرفتن نقششون ولی لایه های دیگه وجود دارن و دا بعدا ادامه خواهند داد مردم باید نقششون چه باشه وقتی ما داریم صحبت میکنیم از مردم ببین مردم لایه های مختلف دارن ما جنزی داریم نسل زدو داریم اینا هیچ ترم برای این چیزا خورد نمیکنن فکر میکنم تا 18 درصد آران هم دارن در هفتادی ها و مخصوصا هشتادی ها جنزی اما متاسفانه سری ترسو بزدل و نسل تراما زده در و حالا در پنجاب قبل رو داریم که اینا به قول نیچه نمیتونن مستقیم تو روی دیو نگاه کنن و با واقعیت روبرو رو بشن بر همین گول می خودشونو گول میزنن میدونن اتفاقی نمیفته میدونن بدتر میشه میدونن همه دیدن این سناریوها رو بارها دیدن اما از اون لولوه باز میترسن حاضر نیستن برگردن به قول نیچه و تو چشم این دیو نگاه کنن و بعد کسایی مثل یعنی تمام این هزار یک فامیل اصلاح طلبان و کارگزاران و اینها دنبال این سیک را میفتن در اینکه خب نقش و منفعت اساسی دارن برای اینکه بتونن از اون دو, س... دو میلیون رأی همتی رو برسونن مثلا 5 میلیون ده میلیون اضافه کنن اون رأی باطله ها رو یه ذره کم بکنن آبرو برای نظام بخرن و بعد نهایتا بتونن اون چیزی که نظام میگه واقعیتش که 30 درصد و 25 درصده ولی چیزی که میگه 40 40 خورده درصد 1400 آورد و با مثلا 18 میلیون رئیس رای ورد بعد شد آرای باطله اینو برسوننش مثلا به یه مقداری نزدیک 50 درصد این با 5 میلیون نفر رای اضافی حد اکثر میلیون قابل انجامه که دارن به خوبی انجام میدن چون دارن رو مغز اون طبقه قش خاکستری که میگم در 60 ها و در 50 ها اثر میذارن اینا که حاضر نیستن با واقعیت روبرو بشن اما اقسام نخبه هایی مثل همین فاضلی و مثل عباس عبدی و اینا میان وسط و چرا عصبانی هستید از اومدن آقای ظریف؟ خب داره انتخابات رو براتون گیر میکنه دیگه مگه قرار مشارکت بره بالا؟ اینه که ما نه با آقای قالیباف رقابت داریم نه با آقای جلیلی نه با هیچ کسی که رقیب ما اونه این که رأی نمیدن واقعا خیلی سیرکه جالب یعنی سیرکی که میگم رومن امپایر چیکار میکرد امپراتور روم در بخش انترتینمنت این کالا... آه، کالاسی... آه، کالاسیوم رو این اگه دیده باشیم فیلم های روم باستان رو اصلا کلمه سیرکس از این عربا... عرب... 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 چی بهش میگن چ... چرت این عرابه های جنگی بود که اینا با گلادیاتورا به جون هم می افتادن و مردم شورا می دست می, دست زدن و حسابی این دوپامینشون ترشح می شد حالا الان این یه نمایش فیکه همه می ولی بالاخره یه دادی میزنه اون یه چیزی پرت میکنه و این هیجانه تا حدی برای اون قشه ترسوه به که برن جلو ایجاد میشه. ولی واقعیت چیه؟ ببین من از عباس عبدی مثال بزنم میگه که فکر نکنین و خیلی از شما جلال پور و همه اینا میگه این کنش بی هزینه است یه سود احتمالی داره در حالی که عدم مشارکت به ما یک چشمانداز روشنی رو نشون نمیده فکر نکنیم بین رعی بدین فایده ای داره این حکومت ترم خورد نمی چرا رعی, ش... رعی ندین تره خورد نمی پس رعیتون رعی به اقلیته که میخواهند شما را در منظر نگه بوش نکنید ری دادن رعی ندادن رعی دادن به اقلیت هست رعی ندادن <applause> این بعد از اون طرف حرف متناقضشون چیه؟ میگن که ما علتی که الان حکومت یه مقدار تغییر کرده میگن چی تغییر کرده میگم حکومت یه مقدار الان تغییر کرده اومده یه ذره فهمیده سرش به سنگ کرده چرا چون 1400 و سه انتخابات قبلی به طور کلی مردم شرکت نکردن لیلی اینکه یکی رأی میخواد کاملا درسته مشارکت ما یک هم به سیستم میکنه اصلا در این تردیدی وجود نداره بنابراین میخوام بگم که این شکست خوردن هم در مشارکت خیلی زبود هم در کار آمدی خیلی لط میخوردن و هم در مجموعه مشکلاتی که مشارکت پایین موجب شد که یه بخش عمو عمده ای از مردم از سیستم فاصله بگیرن و این ناکار آمد... یعنی اصلا خود این برای سیستم مسئله امنیتی شد 1401 محصول این وضع امنیتی است که متوجه نبودن که شما این همه آدمو دارید حل میدید ولی برای 1401 هم کل نفرت و مشکل ایجاد کرد آخه مرد ناحسابی اگر واقعا فکر میکنی به این دلیل بوده که خب درست هم هست به این دلیل بوده اومده در حقیقت میگه برای اینکه ما نیاز داریم به یه ذره شور انتخاباتی لاریجانی رو هم تایید نکنیم اینقدر فکر ای که پزشکیان رو تایید کنیم که هی نهج البلاغه به و رهبر و مقام معظم رهبری بکنه ولی بعد اصلاح طلبا رو دورش بذاریم شور انتخاباتی ایجاد کنن اینو برسونن به نزدیک 5 5 2 3 درصد 5 درصد دیگه خیلی هنر کنن و بعد نهایتا مهر رو به کرسی بشونند ولی اگرم پزشکیان بیاد یعنی مردم شورن انتخاباتی بیشتر براشون داره پزشکیان بیاد یا دور دومی بشه بین مثلا جلیلی و پزشکیان که عالیه چون واقعا پزشکیان رای میاره قشای مردم میترسن یه اون 5 میلیون پرمینیشل شیرمه چون جلیلی که یه رای ثابتی داره یه چهار میلیون رای ثابت داره از رئیسی و اون تیف انقلاب هم که از قالیباف بعدشون میاد نهایتا این تا 15 میکشونه خود جای قالیباف بره کنار همین چند روزه یا اگه به دور دوم کشته بشه و جلی بره جلو اینا بالا 18 میلیون بوده 18 میلیون بالاخره از یه زیر زمین هم شده میکشن بیرون این سیال اشکرا رو دارن بنابراین پزشکی که 20 میلیونی که نمیشه که 20 میلیونی بالا انتخابات 70 درصده بنابراین این وضعیت به وجود میاد حالا اگرم پزشکیان مردم اینقدر بیان 20 میلیون رای بدن بالا 18 میلیون رای بدن خب چه بهتر چی میخواد نظام بهتر از این قریب 42 میلیون رای ملت 70 و چند درصد این رای به نظام اسلامی و اعتماد به نظام اسلامی بود کاملا به شتفینان دارن همه کاسگزار سرش خراب میکنن بنزین رو به اسم اصلاح طلبا و همین آدمایی که خیلی پاک هستن به ولی از نظر من کاملا سایکوپاتیک هستن سایکوپاتی کن اینا بعضیشون فاسدن بعضیشون سایکوپاتن اکثرا جفتش هستن این کارا رو میکنن سرشم هم خراب میکنن هر وقت بخوام میندازنش بیرون میگن دیدی خودتون انتخاب کردین حالا ما آقای جلیلی آقای قالیباف اینا رو هم داریم بنابراین برد برده برای نظام در هر صورتی ولی ما چه باید بکنیم ما کافی نیست که بیام اینجا بگیم آقا رأی ندین یا مثلا خب مردم میگن آقا چی میشه واقعا خب بعد رأی ندیم چی میشه ما باید اینجا افشا کنیم افرادی مثل همین نخبگان اصلاح طلبون عباس عبدی که تو وقتی میگی فلان فلان شده که مردم چون رأی ندادن الان اینا باز کردن یه کمی فضا رو نتیجه که باید بگیری این نیست که پس بریم رأی بدیم از این فضا استفاده کنیم چون فضا فضای فیکه و فضای بدبختیه و فضایی است که واقعا تنفس مصنوعی بلایی که سر مردم میاره وقتی شما پشت تو به دیو بکنی و تو چشاش نگاه نکنی اینکه تو رو بیشتر و بیشتر میدره راحل چیه حتی برای راحل اصلاح طلبانه از نوع تاجزاده و نرگس محمدی اینه که سی درصدی جلیلی رای بیاره که باز نظام بیشتر به ترسه و اگر واقعا میخواد باز بکنه واقعا باز بکنه ما که اصلا نمیخوایم اصلا ما که سر تا سر اینا قبول نداریم و واقعا متعلیم تا تو وسط قلب تهران سفارت آمریکا و سفارت اسرائیل باز نشه اون سرمایه گذاره که لازمه در ایران انجام میشه این منطق عملگرایانه است که برای اینکه رشد دو رقمی و تورم یه رقم ایجاد بشه به وجود نمیاد همه سر کارن منابع تلف میشه و هر چقدر این قضیه بیشتر ادامه پیدا بکنه قطعا و قطعا و قطعا به قشر فقرا اضافه میشه هیچ راهی غیر از سرمایه چند ده میلیاردی وجود نداره و اونم بدون اینکه تحریم برداشت میشه. واقعی نه به برجام و فکر وجود نداره این راشه که کلا اینا برن یا کلا به رفراندوم اساسی بکشه ولی حالا شما میگی آقا ما یه ذره بهبودی که واقعا توش یه معنی مذاکره برجام میخوای یه چیزی مشابه برجام میخوای یه تغییر ریل نسبی میخوای بازم نباید رأی بدی چون اگه رأی ندی دفعه بعدی واقعا میگن آقا یه کسی رو که یه مقداری واقعا مردمو میتونه به شور انتخاباتی واقعی بکشونه و یه تغییر ریلی بده یه هزینه بدیم آخه آخه هیچ هزینه شما نمیدید مشتبه سودشو همه میبره پدر و پسر سودشو میبرن سبایی ها سودشو میبرن اینا وای میسن بیرون ریش شما میخندند که خب حالا پزشکیان اگه بشه که اون بلاهایی که اقداماتی که باید انجام بشه این بحرانایی که با مخصوص مواد ترامپ ایجاد میشه رو همه رو کاسکوزای سرش میشکنن اگرم که مهر خودشون بشه که مهر خودشونن هم بعد میگن خودتون هم شرکت کردین تو انتخابات دیگه یعنی دو سرش کوتاه مدت برای نظام برای بیت برای همین برده حتی برای اصلاح طلبایی که دارن هزینه میدن بازم براشون برده چون اینا دیگه اصلا مهره های سوخته هستن خب پس بنابراین نکته اصلی در اینه بلند مدت نهایتا در صورتی میتونن مردم ایران پیروز بشن که اونایی که کلا به نظام اعتقاد ندارن اون 50 درصد 50 خودی درصد که اگر جرئت پیدا بکنن اون قشر خاکستری میره بالا 60 درصد 65 درصد با اون بخشی که فکر میکنن واقعا گیج میشن و اون در شستی ها که میگم در پنجایی یا به این برسن که آقا اگه حتی اصلاح هم هم میخوایم اصلاحات واقعی بخوایم و که یه بار دیگه رنگ ندیم بذاریم سرشون بخوره به سعی خودشون سر یکی هم زیر آب بکنن یکی دیگر رو بذارن جلومون بگن آقا اصلا ما واقعا انتخابات رو باز میکنیم حالا اون موقع من بازم مخالف انتخابات خواهم بود ولی شما اون موقع برو رأی بده ولی اگه الان بری رأی بدی یعنی اینکه آقا من انقدر خاک بر سرم که شما هر بلایی سر من بیاری از ترسم هر کاری که شما بگی نهایتا میکنم اون وقت حقته که هر بلایی سرت بیارن چون کسایی دارن شما رو تو این سیرک انتخابات بازی میدن که نفع کوتاه مدت و بلند مدت شخصی دارن کاملا میدونن دارن دو قطبی کاذب ایجاد میکنن کاملا میدونن تو چه زمینی دارن بازی میکنن و نفع کاملا مشخص مادی دارن یا امنیتی دارن یا از جون خودشون میترسن تو نظام بودن به هر حال شما نه سر پیازی تو این سیرک انتخابات نه ته پیاز اگر واقعا دلت به حال خودت و بچه ها میسوزه وایسا هر وقت واقعا سیگنال داد نظام که آقا من سرم به سنگ خورده اون موقع فکر کن ببین میخوای شرکت کنی یا نه ولی الان اگه این کارو بکنی یک سال نمیکشه که بلایی که این سرت خواهد آورد واقعا نه تنها مستحق بشی بلکه باید بهت گفت که هم خونشوری و هم احمقی به این دلیل که نسل ده هشتادی و نسل ده هفتادی رو و نسل های آینده رو دهه نودی ها رو داری با این مسخره بازی ها من صحبت هم با اون 5 میلیون ها 5 میلیون هفت میلیونه که با این تا جواد محمد جواد رو دارن خودشون رو میندازن تو محلکه واقعا داری همه رو با خودت میبری تایید شاه و بدبخم